آتش‌بسی که از 8 اسفند تا کنون اجرایی شده، زایده توافق نهایی میان آمریکا و روسیه و موافقت گروه‌های داخلی جنگ در سوریه است. آتش‌بسی که نه تنها فرصتی برای امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه و نیازهای اولیه به مردم مناطق گرفتار در جنگ است، بلکه فراهم آورنده بستر مناسبی برای بازیگران داخلی و خارجی درگیر این جنگ است تا بر سر گذار مسالمت آمیز جنگ به صلح به گفتگو بپردازند و به نتیجه‌ای برای صلحی پایدار دست یابند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته اگر این آتش بس پا بر جا بماند، نه تنها باعث کاهش خشونت می شود، بلکه همچنین باعث دسترسی غیر نظامیان به مواد غذایی در مناطق تحت محاصره شده و حمایت از روند گذار سیاسی به حکومتی خواهد شد که در قبال آمال و آرزوهای مردم سوریه پاسخگو باشد. ولی آیا اختلافات شدید میان طرفهای درگیری در سوریه و برخی موارد نقض آتش‌بس مانع از دستیابی به چنین هدفی نخواهد شد؟ همچنین روسیه و ایران کماکان بر ادامه حکومت بشار اسد در دوران گذار پافشاری می کنند و عربستان و ترکیه هم خواهان کنار رفتن بشار اسد در آغاز روند انتقالی هستند، مسئله‌ای که چشم‌انداز صلح را در حالی از ابهام قرار داده است. کمیسیون بین المللی مستقل سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود گفته نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح ضد دولتی و گروه‌های تروریستی از حربه‌های محاصره و گرسنگی پایدار، جلوگیری از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه و سایر اشکال مصیبت‌بار به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کنند تا مخالفان خود را وادار به تسلیم سازند. در افق نوع امشب به این مسئله می‌پردازیم که آیا در چنین شرایطی امکان برقراری صلح وجود دارد و یا باید منتظر دوره دیگری از جنگ و خونریزی باشیم؟ با ما باشید. بیننده افق نو صدای آمریکا هستید. با میزبانی من علی جوانمردی در خدمت دو میهمان گرامی هستم. دکتر پرویز رحیم در استودیو، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین، و از آمریکا دکتر حسن هاشمیان، استاد پیشین دانشگاه آزاد تهران. هر دو میهمان گرامی خوش اومدید به برنامه امشب افق نو. با این پرسش سریع شروع کنم که از استودیو، آیا به رغم موارد زیادی که از نقض آتش بس شده تا کنون، هر دو طرف، چه دولت چه مخالفان، مواردی رو گزارش کردن، میشه گفت چقدر میشه امید داشت که این صلح پایدار بمونه یا اینکه تمدید بشه؟ بله، بان کی‌مون هم اشاره‌ای داشت که نقض‌های صورت گرفته اما به شکل کلی میتوان امیدوار بود. اگر بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم، باید بگیم که حداقل یکی از این مواردی که عرض می کنم در ادبیات و روند صلح‌سازی بعد از منازعات حائز اهمیت هست، و این هم موضوع سوریه خارج از این چارچوب نیست. اول از همه تغییر بازیگران یا تغییرات در درون گروه ها یا پیدایش و ظهور گروه های جدید. ما می بینیم که بازیگرانی ممکنه جا به جا بشن و آمریکا و روسیه هم سعی دارن که دست بعضی از بازیگران رو از سوریه جدا کنند. حتی صحبت از این میشه که رخش ایران هم در کنار ترکیه و عربستان کم رنگ میشه، به شیوه مستقیم، ممکنه به شیوه غیر مستقیم. غیر از اون تغییر موضوعات هست. اگر موضوعاتی بوده که مورد منازعه بوده بین دولت سوریه و این گروه ها، باید تغییر شکل پیدا کنه بر سر بعضی از مسائل جدید سیاسی و مشارکت در قدرت، و همچنین تغییر قواعد که تا دیروز بر مبنای خشونت و نظامی و یا سربازی حل فصل میشد و این قواعد جنگی حاکم بود، امروز باید این قواعد به یک پروسه و روند سیاسی تبدیل بشه، هرچند ممکنه بسیار طولانی، و بعد از اون هم تغییر ساختاری در ساختار کلی روابط و توزیع قدرت، که اینها، این عناصر باید وجود داشته باشه که بعد از اون ما بتونیم صحبت از تغییر شکل منازعه و حل مسائلی هست. که شما گفتید نمیشه امیدوار بود این روزنه امیدی که هست بیشتر بشه و این صلح ببینید
به نحوی از آنها ادامه داشته باشه. ببینید شما تضاد منافع و یا تضاد اهداف رو داشتید بین بازیگران مختلف، جدای از لایه‌های مختلف بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین سازمان‌های تروریستی که در اونجا به مثابه داعش و یا جبهه النصره حضور دارن و همچنین تعریف از تروریسم که یکی از مسائل و موارد مناقشه برانگیز است. حتی من ارجاع میدم به صحبت‌های آقای دهقانی رئیس بخش امور خاورمیانه وزارت امور خارجه که در این مورد که ما هم از این روند صلح پشتیبانی میکنیم، اما در مورد بله ایران، اما در مورد تعریف گروه های تروریستی و تروریسم هم، چرا که ما شاهد بودیم که بر سر اینکه چه گروه های تروریستی هستند و چه گروه هایی در این چارچوب گفتگوها قرار میگیرند. اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم، اجازه بدید به آمریکا بریم. آقای هاشمیان صحبت‌ها رو شنیدید، یک نکته مثبت می‌بینم و اون پافشاری آمریکا و روسیه است، دو ابرقدرت که در مسائل داخلی سوریه هم کما بیش هر کدوم به نحوی نقش دارن. فکر می‌کنید جدا از این، مثلا اینکه استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل گفته که مردم سوریه صلح رو درک کردند و به نوعی کاهش خشونت‌ها و خونریزی‌ها، این یک دینامیزمی نخواهد شد برای اینکه صلح ادامه داشته باشه یا به نحوی اون رو تمدید کنن؟ من فکر میکنم که دو طرف دارن کوتاه میان با توجه به صحبتهایی که اپوزیسیون سوریه ارائه کرد و گفت که ما شرکت نمی کنیم چون که اون مفاد قطعنامه اجرایی نشده و بشار اسد زندانی ها را آزاد نکرده، همینطور کمک های انسانی صورت نگرفته، ولی امروز اعلام شده که اونها شرکت می کنن چون که در جهت مقابل یک سری کارهایی صورت گرفت. مثلا روسیه روز یک شنبه حملات خودش رو به حداقل رسوند، در واقع آروم ترین روز بود بعد از شروع آتش بس. همچنین اعلام کرد که از مراکز نظامی خودش، پایگاه هوایی خودش کمک خواهد کرد که کمک های انسانی صورت بگیره. از اون طرف هم ما دیدیم که آقای عادل جوبر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که تا وقتی که موضوع برکناری بشار اسد در ابتدای مذاکرات مطرح نشه، ما این در واقع کار رو انجام نخواهیم داد، مذاکرات رو ادامه نخواهیم داد. منتها الان دارن میگن که در روز پنجشنبه آینده شرکت میکنن. این به این معناست که دو طرف دارن کوتاه میاد و جای امیدواری خیلی زیادی برای اینکه به یک آتش بس کامل و سپس مرحله انتقالی برسن شکل گرفته. فکر میکنید خب در این میان چه عواملی ممکنه این آتش بس رو تهدید بکنه؟ به نوعی حالتی هست که شکننده است وضعیتی که هست. مهمترین عاملش، شاید دو عامل مهمش، یکیش همین که دکتر رحیم گفتن مسئله پافشاری آمریکا و روسیه است، دومیش فشاری هست که مردم سوریه به نوعی میارن یا خواستی است که مردم سوریه. فکر میکنی به رغم اینها چه عاملی این صلح شکننده رو تهدید میکنه؟ ببینید اگر آقای بشار اسد و دولت‌های حامی آقای بشار اسد بخوان به همون شکلی که مطرح کردن فرایند صلح رو پیش ببرن، یعنی انتخاباتی که باید برگزار کنه خود دولت بشار اسد برگزار کنه، اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون رو خودشون تعریف کنن، این به این معنی است که در واقع کاری صورت نخواهد گرفت. ولی اگر قرار ما به قطعنامه 2254 در واقع متعهد باشیم، برای یک دوره انتقالی متعهد باشیم و ضمن اینکه ما دیدیم که وقتی که آتش بس صورت گرفت در مناطقی که در واقع مخالفان به سر می‌برن، تظاهرات گسترده علیه بشار اسد صورت گرفت. بنابراین اگر آقای بشار اسد و کشورهای حامیان بر فرایندی که خودشون می‌خوان اصرار کنن، به اعتقاد من یک مانع خیلی بزرگی بر سر این آتش بس و بر سر رسیدن به صلح در سوریه وجود داره. اما اگر بیان خط میانه رو در نظر بگیرن، در واقع بشار اسد بپذیره که سازمان ملل بایستی انتخابات رو به عهده بگیره، اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسه و در واقع به اونها حق بده که در این فرایند سیاسی شرکت کنن و فقط هدف
داعش و در واقع نیروهای تندرو باشن و هر دو طرف اونها را بزنن، میتونن به یک صلح پایدار برسن. ولی اگر بازم میگم که اگر بشار اسد بر روش و کار خودش تاکید کنه، طبیعتاً این موضوعاتش بس شکننده خواهد بود و مشکلی ایجاد خواهد شد. بله آقای پرویز رحیم، فقط بشار اسد و متحدان بشار اسد به نظر شما باید به نوعی شرایطی رو که برای پایدار بودن صلح لازم هست رعایت بکنند؟ طرف مقابل وظایفی نداره در این مورد؟ بنده فکر میکنم که نیروهای بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، علل خصوص روسیه و ایالات متحده آمریکا، نقش اصلی و کلیدی رو دارن. نه مردم اون نقش رو دارن و نه گروه‌ها. گروه‌ها در زمین یک جنگ نیابتی رو در حقیقت در مورد سوریه به پیش می‌بردن. پس می‌بینیم با توافق روسیه و آمریکا و حتی معاملاتی که گفته میشه بین اتحادیه اروپا بر سر رفع تحریم‌های روسیه، چرا که روسیه داره یک معامله بزرگ رو در سوریه انجام میده برای اینکه جایگاه و نقش خودش رو در سطح بین المللی به دست بیاره و بتونه در آینده سوریه هم از لحاظ سیاسی در منطقه پایگاه واجد اهمیتی رو داشته باشه. و با این وجود میبینیم که بعد از این جریانات، بعد از قطعنامه 2254 که با اکثریت آراء اعضای شورای امنیت به تصویب میرسه که یک روند انتقالی 6 ماهه رو برای حکومت انتقالی و تدوین قانون اساسی، بعد از اون 18 ماه برای انتخابات، و همچنین در این قطعنامه اگه نگاهی داشته باشیم میبینیم که با حساسیت هیچ ذکری از آینده اسد به میان نمیاد، کم میتونه یک نقطه ضعف و هم یک نقطه قوت باشه. پس میبینیم با حل شدن اختلافات ایالات متحده آمریکا و روسیه، روند و پروسه سیاسی و نظامی در سوریه به ابعاد جدیدی میرسه. به نوعی فشار اصلی رو باید روسیه و آمریکا وارد بکنن. متاسفانه اینطوره. بازیگران داخلی چی؟ ببینید. ترکیه، عربستان، ایران از اون طرف اونها چه نقشی دارن؟ ببینید. چون در حال حاضر ترکیه شاید چندان تمایل نداشته باشه که با وجود بشار اسد به طرف دوره انتقالی، و عربستان سعودی هم، ایران هم از اون طرف موضع خودش رو عوض نکرده. ببینید. اونها چه نقشی میتونن داشته باشن؟ گزینه‌های روی میز چی هست؟ ترکیه با سیاست‌هایی که در پیش گرفت، علل خصوص دغدغه‌های امنیتی در مورد کردها و تلاش‌هایی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع که می‌خواست ناتو رو چه از نظر ابعاد انسانی و گسیل سیل عظیم پناهنده فشاری بر اروپا بیاره و به نوعی ناتو رو و ایالات متحده رو وارد بازی بکنه با تهدیدهایی که علیه روسی انجام داد ولی عملاً موفق نشد. سفر اخیر آقای داوود اغلو به تهران دقیقاً در ادامه این پروسه هست که میخوام با ایران مناسبات خودشون رو تقویت کنن. ببین گزینه‌های پیش رو، ایالات متحده اولین گزینه، اگر سه گزینه اصلی رو داشته باشیم که به غیر از صلح که واقعا عملی نیست، ارسال نیروهای بیشتر زمینی و مستقیم ایالات متحده آمریکا که آمریکا عملا این کار رو انجام نداده به غیر از تعداد معدودی در مشاورین که در مناطق کرنشین وجود دارند. و گزینه دوم ارسال بیشتر تسلیحات و آموزش نیروهای نزدیک به ایالات متحده یا نیروهای موسوم به میان رو که این هم با مشکلاتی عدیده روبرو هست، علل خصوص قطع ارتباط راه‌ها از طریق ترکیه که روسیه این کار رو با حملات هوایی انجام میده. بسیار خوب، اجازه بدید آقای هاشمیان به مسئله سفر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به ایران اشاره کرد. نخستین سفری که در واقع در دوره نخست وزیری آقای داوودوغلو بود انجام گرفت. بحث‌هایی در رسانه‌های ایران و ترکیه در هر دو مشترکاً دیده شد با اینکه به طور رسمی گفته نشده، به ویژه در مورد اینکه دو کشور یعنی تهران و آنکارا در مورد برخی مسائل از جمله تجزیه سوریه به توافق رسیدن. یعنی ترکیه و ایران اگر در موارد مختلف با هم اختلاف داشته باشن، در مسئله سوریه کاملا اختلاف داشته باشن، در یک نکته به نظر میرسه که مشترکون منافع هستن و اون تجزیه سوریه است، یعنی یا مشخصا ایجاد یک منطقه فدرال یا جدا شده از سوریه، یک منطقه کردی که هم مرز ترکیه باشه. فکر نمی کنید این عامل یا این تهدید از دید آنکارا و همچنین از دید تهران باعث بشه به نوعی به پایداری صلح در سوریه بیانجامد یا توافق بین ترکیه و ایران؟ سخن شما کاملا درسته.
من فکر میکنم که اولویت ترکیه در حال حاضر تغییر کرده. اولویت ترکیه از تغییر بشار اسد به موضوع خط قرمز یک دولت فدرال برای کردها در شمال سوریه هستش، بخصوص در منطقه یا محور کوبانی، افرین و جزیره، که این مناطق بسیار مناطق حساسی هستش. ببینید، ایران در این دیداری که آقای داوودوغلو از تهران انجام داد، امتیازات خیلی زیادی به ترکیه داد. ایران این روزها از مشکل سویفت و ارتباط با بانک‌های بین‌المللی رنج می‌بره و نتونسته هنوز این مسئله رو حل کنه. تمام این بخش سویفت رو در اختیار ترکیه قرار داد، به این معنا که بانک‌های ترکیه سود خیلی زیادی از سپرده‌های ایرانی خواهند برد. در مورد گاز هم ایران امتیاز خیلی زیادی به ترکیه داد، البته هنوز صحبتش رو نمی‌کنم. مسئله بعدی این که ما می‌بینیم در ترکیب هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری، ائتلاف ملی سوریه که بیشتر طرفدار ترکیه هستش و بیشترین اعضاش هم از اخوان المسلمین هستن، در این مذاکرات چندان شرکت نداره. افراد جدیدی رو ما الان می‌بینیم مطرح هستن، در حالی که ائتلاف ملی چندان نمایندگی در این هیئت مذاکرات نداره. مسئله دیگری که خیلی حائز اهمیته این که عربستان سعودی اگرچه شعار میده که بشار اسد باید بره، ولی با روسیه هم به توافق رسیده. همین رو من میخواستم سوال کنم، نقش عربستان چه خواهد بود اگر ترکیه و ایران منافع مشترکی دست کم در تجزیه سوریه دارن، در احتمال تجزیه سوریه دارن؟ عربستان شاید دیدگاه متفاوتی داشته باشه. عربستان کوتاه خواهد اومد به نظر شما در این بین؟ عربستان در این میان تلاش میکنه که اوضاع یمن رو برای خودش تثبیت کنه و با روسیه به توافق برسه که اگر مسئله سوریه به شکلی حل بشه، عربستان با اون مخالفت نکنه. ضمن اینکه اگر در سوریه آتش بس دائمی شکل بگیره و جنگ پایان پیدا کنه، این یک نوع امتیاز خیلی بزرگی برای روسیه خواهد بود که با دخالتش تونست این جنگ رو پایان بده. بنابراین الان عربستان با روسیه به توافق رسیده که اگر به شکلی قضیه سوریه رو حل و فصل کنن که نه سیخ بسوزه نه کباب، عربستان مخالفتی با اون نخواهد کرد. یعنی مسئله قضیه حل سوریه نه سیخ بسوزه نه کباب مشخصا چی هست؟ منظور چیه؟ اگه کجا بگید؟ به نظر من اگر انتخاباتی صورت بگیره که سازمان ملل هم برش اشراف داشته باشه، ولی حتی اگر این انتخابات دوباره بشار اسد رو مطرح کنه، من فکر می‌کنم عربستان با اون مخالفت نخواهد کرد. اما اگر بشار اسد میخواد بیاد و این انتخابات رو اجرا کنه و اون فرمولی هم که در مورد اپوزیسیون مطرح میکنه اونو هم تحمیل کنه، طبیعتاً عربستان با این مخالفت میکنه. ولی من فکر می‌کنم بین عربستان و روسیه در این زمینه هماهنگی است که بالاخره سازمان ملل وارد بشه، انتخابات برگزار کنه، نتیجهش هر چی هست مورد قبول هم است. بسیار خوب. آقای پرویز رحیم، در چنین شرایطی، یعنی اگر همچین سناریویی که آقای هاشمیان گفتند تحقق پیدا بکنه، اصلا انتخابات قابل شدن هست در سوریه؟ با وجود میلیون ها نفر خارج از کشور هستند، پناهنده شدن در سوریه، در ترکیه، در عراق، در اردن، در بسیاری به طرف اروپا رفتن، کشور تا حد زیادی از هم پاشیده، چجوری میشه انتخابات برگزار کرد؟ ببین، واقعا همه بر سر این توافق دارن، همه بازیگران، که باید پایانی بر این منازعات خونین منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای در سوریه یک خط پایان بکشن. اما واقعا بعضی از مکانیزم‌ها هنوز هم مبهم هست. در قدم اول آتش بس بسیار مهم است. همین که قرار هست نیروهای اپوزیسیون در ژنو در جمعه شرکت کنند، بعد از ژنو 1 و 2، بعد از وین 1 و 2، و بعد از قطعنامه شورای امنیت 2254 در سال گذشته،
تمام اینها حاکی از و موافقت ایالات متحده آمریکا، تنش‌های بازیگران منطقه‌ای عربستان و ایران هم کاهش پیدا می‌کنه و با روند مشارکت نیروهای میانه‌رو و مشروعیت یافتن این نیروها و به نوعی به حاشیه راندن گروه‌های تندرو، این بازی می‌تونه در ابعاد جدیدی، هرچند با اون چارچوبی که ما از پروسه انتخابات در یک فضای آرام و به دور از جنگ بسیار متفاوت است. ولی چجوری امکان پذیر هست همچین مسئله ای آقای پرویز رحیم در شرایطی که چند بار ژنو 1، 2، 3 چند بار اینها گفتگو کردن با هم به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن، با زور و فشار کشورهای غربی، آمریکا و حمایت حتی روسیه تنها کمک‌های انسانی رو به برخی مناطق محاصره شده فرستادن؟ چجوری میشه؟ فکر نمی‌کنید خوشبینانه است که ما فکر کنیم که مثلا در مذاکرات آتی در هفته پیش رو به نتیجه خواهند رسید طرف؟ ببینید از چه منظر من میگم میتونه خوشبینانه باشه، میتونه اوضاع هم بدتر بشه، این بستگی به اراده، توافق و توازن قوا داره. ببینید هیچی که از نیروهای دخیل در جنگ داخلی سوریه بدون پشتیبانی نیروهای منطقه‌ای و نیروهای بین‌المللی توانایی حذف یا غلبه یافتن یا تغییر موازنه قوا را ندارن. دقیقاً از این نقطه من عرض می‌کنم. آقای هاشمیان شما چه دیدگاهی؟ شبکه حقوق بشر سوریه گفته که در هفته اول آتش بس 90% خشونت ها کاهش پیدا کرده، که این به هر حال دستاورد مهم میتونه تلقی بشه در سراسر سوریه. شما چقدر امیدوار هستید؟ چه چشم اندازی میبینید در مقابل گفتگوهای آتی، گفتگوهای ژنو که در تاریخ 24 اسفند قرار هست برگزار بشه؟ من فکر میکنم که با توجه به این که رسیدن به یک راه حل خیلی مهم برای سوریه بخشی از منافع روسیه شده، این خودش یک نقطه بسیار قدرتمندی هست برای اینکه ما به یک نتیجه برسیم. مسئله دوم این که آمریکا از این فرایندی که به این شکل داره روی میده حمایت خیلی شدیدی میکنه و این یک نقطه قوت دیگری است. در منطقه کشورهای منطقه با توجه به منافع خودشون نمیتونن در برابر اون شکل الان داره اتفاق میفته بیستن یا برنامه رو خراب کنن، اگرچه هر کدام از این کشورها، چه ایران، چه ترکیه، چه عربستان، موضع گیری میکنن، نظرات خودشون رو در واقع مطرح میکنن و برخی وقتها هم این نقطه نظرات بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. یا مثلا اگر عربستان قبلا میگفت که من هیچ وقت در مورد مسئله بشار اسد رأیم و خودم عوض نمیکنم، برای اینکه مورد انتقاد قرار نگیره از طرف برخی از اپوزیسیون، این نوع گفته ها را ادامه خواهد داد. ترکیه هم این نوع گفته ها را و این نوع بیانی ها را ادامه خواهد داد، ایران هم همینطور. ولی هیچ کدام از این کشورها نمیتونن در برابر فرایندی که روسیه و آمریکا بر سر اون به توافق رسیدن بیستن و این نقطه قوت در واقع این فرایندی است که الان شروع شده. ضمن اینکه باید اشاره کرد با اون نیروهای تندروی که در داخل سوریه و عراق هستن که اینا با هر وسیله میخوان این فرایند رو خراب کنن، منتها با توجه به اینکه 5 سال از این جنگ میگذره و مردم هم خسته شدن، نهایتا اینها هم در انزوا قرار خواهند گرفت. بسیار خوب، سپاسگزارم از هر دو مهمان گرامی، حسن هاشمیان و پرویز رحیم در استودیو، و همچنین از شما بینندگان و شنوندگان گرامی که همراه افق نو امشب بودید. بدرود. این صدای آمریکاست.